به نام خدا. طرز تهیه شیرینی خرمایی که مواد مورد نیاز را در فیلم مشاهده می کنید و جزئیات آن در سایت نوشجان موجود. برای تهیه شیرینی خرمایی کره رو ریختم توی ظرف، گذاشتم روی کتری، اینکه با حرارت غیر مستقیم که همون روش بین‌ماریه کره آف شده، بهش ماست رو اضافه می‌کنم. بیکینگ پود داشتیم، اینو به آرد اضافه میکنم، اون رو هم مخلوط. اینو آماده میذارم. خورما رو هستشو گرفتم از چرخه با همراه با گلاب و یک کمی دارچین مخلوط کردم، حسابی مخلوطش کردم و یک گلوله های کوچولو به این شکل اندازه فندق آماده کردم. یه ذره تخم مرغ رو هم جدا کردم و هم زدم، این رو هم آماده کردم. حالا از این آرد قاشق قاشق خیلی کم به این شکل با یه دونه صافی خیلی کوچیک، یک علک خیلی کوچیک، آرد رو باید با کره و ماستی که ریخته بودم توش مخلوطش کنم. اینو انقدر ادامه میدم تا همه آرد تموم بشه، یعنی با کره مخلوط بشه. و بعد از اینکه آرد و کره مخلوط شد، فقط به اندازه 3 دقیقه اونو ورزش میدم، زیاد احتیاجی نیست، و آماده میذارم برای مرحله بعد. 3 دقیقه بعد از اینکه آرد رو با کره مخلوطش کردم، همش رو با هم دیگه مخلوط کردم، 3 دقیقه هم ورزش دادم و یه خمیری به این شکل به دست اومده. حالا این خمیر رو میذارمش داخل یه دونه کیسه نایلون و میذارمش توی محیط آشپزخونه به مدت 2 ساعت، که بعداً خرماهایی که آماده کردم بذارم وسط این خمیر. خمیر 2 ساعتی که باید توی نایلون بمونه از اون زمان گذشته. خرما را هم که آماده کردم و همینطور زرده تخم مرغ. از خمیر به اندازه های یه دونه گردو بر میدارم، اینو تو دستم قشن میچرخونم، گردش میکنم، بعد پهنش میکنم، اطرافشو اینطوری فشار میدم. با وردنه هم میتونیم این کارو کنیم تا پهن بشه به این شکل. بعد از گرد خرماهایی که آماده کرده بودم میذارم وسطش. حالا یا میتونین روشو بپوشونین کاملا، یا اینکه هر جوری که دوست دارین اینو شکل بش بدین. به این شکل من درست میکنم، شما هر جوری که دوست داشتین. و یه دونه گردو رو روش قرار میدم، میذارمش توی یه دونه مایتاوی نچس. بعد از زرده یه تخم مرغی رو که همش زده بودم روش میکشم به این شکل، به این شکل آغشتش میکنم، همه رو به همین شکل آماده میکنم. سر رو هم یک رو قبل روی درجه 175 روشن کردم و بعد از اینکه تمام شیرینی های من آماده شد میذارم توی فر به مدت 20 دقیقه.
شیرینی خرمایی آماده شده. و چیزی رو که باید در موردش متذکر بشم اینه که شیرینی ها رو بعد از اینکه از توی سر در آوردین حتما اجازه بدین خنک بشه، بعدن جا به جا بکنین. امیدوارم شما هم درست کنین، دوست داشته باشین. نوش جان.